این جلسه رو در مورد مضراب شناسی صحبت میکنیم، نحوه قرار گرفتن دست راست روی صفحه ساز. ببینید دست راست باید به شکل کاملا مشت شده روی صفحه ساز قرار بگیره، یعنی شکل ایدئال و کاملش جوریست که اگر کسی از بیرون وقتی که مقابل ما نشسته به دست ما نگاه میکنه احساس کنه که و ببینه که در واقع این دو صفحه از استخوان‌های دست ما بر هم عمیده، کاملترین و بهترین شکل این مشت شدن اینجوری. حالا دست چجوری میاد روی صفحه و چجوری روی صفحه قرار میگیره؟ باید سعی بکنیم دست به شکلی بیاد توی صفحه که خیلی از بالا نباشه، به شکلی اینکه سیمگیر و خرک معلوم باشه زیر دست ما. یعنی باید ترجیحاً جوری دست رو بیاریم داخل صفحه که از روی سیمگیر و خرک رد بشه، روی سیمگیر و خرک رو تقریباً بپوشونه. این زاویه. اگر انگشتار از کوچیک به شست شماره بزرگ بکنیم، 1 2 3 4 5، انگشت دیگه 1 و 2 باید روی صفحه بشینه. انگشت 3 رها، انگشت 4 که سبا بسته مزرا و انگشت 5 که شسته باز باید روی صفحه بشینه به صورت کامل، از قسمت این نرمی ابتداش تا انتهاش باید روی صفحه بشینه. باز باید شکل نشستن دست روی صفحه و جهتی که دست روی صفحه قرار میگیره به شکلی باشه که بخشی از صفحه که بالای شست هست این بخش هلالی صفحه مشخص باشه، این حالت اتفاق نیفته. که باز این قضیه ارضا میشه، این قضیه اتفاق میفته موقعی که ما جهت دستمون خیلی از بالا نباشه، از روی در واقع بخش سینگی و خرک بیاریم، این قسمت هلالی چوب نمایان خواهد شد و به این میشه شکل درست قرار گرفتن دست راست روی صفحه. نکته مهمی هست و اون که برای استحصال صدای خوب از ستار با توجه به اینکه این صفحه صفحه رزونانسش هست، باید نشستن دست روی صفحه به معنی یا عملاً به شکل فشار دادن یا گذاشتن باری روی صفحه نباشه. دست صرفاً روی صفحه قرار بگیره به این خاطر که و برای اینکه صفحه تکیه‌گاه و پناهگاه و جای قرار گرفتن دست باشه، نه اینکه دست بخواد فشاری به صفحه وارد بکنه. این میشه نحوه قرار گرفتن، نحوه مشت شدن و قرار گرفتن دست راست روی صفحه و روی در واقع کاسه ساز. محل حدودی جای دست هم باید در حدود سوراخ‌های صوتی باشه. البته میدونیم که با جا به جا کردن دست روی صفحه در راستای سیم تغییری در سونوریته و صدادهی در واقع ساز ایجاد میشه. اون خودش تکنیکی است. اما اصل و مبنا بر اینه که جای دست روی صفحه و نسبت به سیم‌ها ثابت باشه و در حول و حوش و حدود سوراخ‌های صوتی باشه، یعنی اینجا. این بحث اول. بحث دوم نحوه حرکت انگشت سباب است. خب می‌دونیم مضراب ستار انگشت سباب است. اگر مفاصل یا بندهای انگشت سبابه را از بالا به پایین 1 2 و 3 شماره گذاری بکنیم، حرکت انگشت سبابه در ستار به عنوان مضراب ستار باید به شکلی باشه که ما از بند 1 و از بند 3، یعنی از بند اول و بند آخر، هیچ حرکتی نداشته باشیم، که انه انگشت از بند 1 و بند 2 فیکسه، ثابته، اصلا هیچ حرکتی نداره. یعنی این حرکت که مال بند 1 غیر مجازه و این حرکت که در بند 3 اتفاق میفته باز غیر مجازه. تنها حرکت مجاز از بند 2، یعنی از اینجا. حالا یک نکته خیلی ظریف و مهمی که وجود داره اینه که میدونیم که وقتی از بند وسط بند 2 مضراب ستار یا سباب حرکت میکنه، حرکت رو به داخلش رو میگیم مضراب راست، حرکت رو به خارج یا بیرونش رو میگیم مضراب چپ. نکته مهم اینه که در مضراب راست باید حرکت از داخل دست به بیرون دست انگشت سبابه ما به شکلی باشه که انگشت سبابه تا
جایی بیاد که صاف بشه. یعنی چپ بعد تا منتها الیهی که میتونه بیاد که انگشت به صورت یک خط صاف و مستقیم قرار بگیره. در مورد مضراب راست هم در ابتدای کار که یک مبتدی شروع میکنه به نوازندگی، بهتره که تا انتها، تا جایی که به کف دست میخوره راست بیاد. اما در ادامه مسیر آموزش و نوازندگی میبینیم که عملا برای سرعت دادن به مضراب، خصوصا توی مضراب مثل ریز، نیازه که راست دامنش تا جای نزدیکتری بیاد، در جای نزدیکتری ختم بشه و به کف دست نخوره، اما چپ کماکان باید تا بیرون بره. بنابراین اگر راست در این حول و حوش قرار بگیره و چپ تا بیرون بیاد، همون چپ استاندارد رو ما داریم، هم راست به خوبی صداش در واقع میاد و صدای راست شنیده میشه و هم دامنه اونقدر زیاد نیست که ما نتونیم سرعت های بالا رو اجرا کنیم. این ضرب فیسی در مورد مضراب راست و چپ باید یک مقدار در مورد جنس و شکل مضراب ستار که حالا یا ناخون سبابه است به شکل طبیعی یا به شکل مصنوعی برای کسانی که ناخونشون مشکلی داره، یک انگشتان است که میتونه از شاخ باشه یا از جنس یک سیم فلزی باشه صحبت بکنیم که جنسش چجور باشه، شکلش چجوری باشه، و بعد به عنوان مرحله بعد و مطلب بعدی بپردازیم به اینکه بگیم که جهت مضراب ستار این ضربه زدن به سیم و مرتعش کردن و به صدا در آوردن سیم باید کجا باشه و چه جهتی باید ضربه بزنیم، از چه جهتی از مضراب باید سیم ضربه بزنیم. خب میدونیم که مضراب طبیعی ستار ناخونه، یعنی تمام قدما هم با ناخون میزدن، اساتید بزرگ، استاد صبا، استاد هرمزی، دیگران و اساتید بزرگ معاصر و حال حاضر هم همینطوره، مگر کسی که ناخونش به لحاظ جنس یا شکل مشکلی داشته باشه که نتونه با ناخون نوازندگی بکنه، بنابراین مجبوره که از یک انگشتانه استفاده بکنه، یعنی یک حلقه‌ای که به انگشت بره و یک مفتول یا یک سطح منحنی شکل از جنس معمولا شاخ یا استخوان شبیه ناخون داشته باشه که با اون نوازندگی. حالا اینکه میگیم جنس و شکل اگر مناسب نباشه مجبور از یک انگشتان استفاده بکنه، خب اینو بزن متبادر میکنه که اصلا جنس و شکل مناسب چیه. ببینید شکل طبیعی و نرمال ناخون هنگام رشد اینه که وقتی رو به جلو میاد، خب طبیعتا یک مقدار از یک جایی به بعد وقتی طولش زیاد میشه یک مقدار رو به جلو نشست و فرو رفتگی داره. اما اگر برای مضراب ستار که حالا به صورت معمول ما 2-3 میل ناخون میذاریم، اگر این رو به جلو پایین رفتن و فرو رفتگی خیلی بخواد زیاد باشه، ما نمیتونیم باید باش نوازندگی بکنیم. یا اگر در جهتهای دیگه این سطح منحنی ناخون اعوجاجی داشته باشه، نمیشه راحت باش مضراب زد و نوازندگی کرد. بنابراین باید با یک شکل طبیعی رشد بکنه ناخون و اعوجاجی در ناخون وجود نداشته باشه. این از جهت شکل رویش و بلند شدن ناخون. از جهت جنس هم باید جنس ناخون به شکلی باشه که عین نوازندگی در مرور زمان و به شکل مستمر عین نوازندگی خیلی سریع خورد نشه، جویده نشه اصطلاحا، یا ساییده نشه. اگر این دو شرط رو داشته باشه، خب جنس مناسبی داره و از مناسبی داره میشه ازش استفاده کرد. در غیر این صورت باید از یک انگشتانه استفاده کرد. حالا کسانی هم که یک مقدار ناخونشون اعوجاج داره یا جنس سوستی داره، جنسش مناسب نیست، میتونن با یه راهکارهایی که حالا من یکی دو موردشون فرض میکنم اینو تقویت بکنن و اصلاح بکنن. باز اگر نشود مجبورن از انگشتانه استفاده بکنن. اگر شکل ناخون اعوجاجی داره و مناسب نیست، میشه با انگشتای دست اینو در واقع شکلش اصلاح کرد و اگر ببینیم به مرور زمان با این اصلاح کردن و با این شکل دادن یک شکل حدودی طبیعی مناسبی پیدا میکنه، خب میشه باش کار کرد، اگر نه که ناخون دیگه واقعا مشکل داره. به لحاظ جنس هم خب توی تغذیه خوردن کلسیم به شکل منظم و مستمر میتونه این مقدار کمک کننده باشه، یا قرص خوردن قرصهای تغذیه دیگه حالا کلسیم و روی باشه،
و همچنین اینکه به صورت منظم هفته چند بار یا حتی هر روز شما ناخن رو توی یک ظرفی بذارید که یک مقدار آب لیمو توش ریخته شده، این توش قرار بدید و نگه دارید. این باعث میشه که ناخن، حالا اگر سست و ضعیفه، اون رو زمان یک مقدار محکم بشه، سفت بشه و قدرتمند بشه. این یکی دو راهکار ساده ساله برای اینکه خورده این مشکلات حل بشه. اگر نشد مجموعی از انگشتان استفاده بکنید. اگر استادی باشه یا متخصص خوبی واقعا پیدا بشه که بتونه برای یک نوازنده با یک فیزیولوژی مشخص و با یک فرم دست مشخص در واقع انگشتانی از جنس شاخ درست بکنه، که خب میشه به اون فرد رجوع کرد و بهش گفت که از جنس شاخ انگشتانی درست بکنه که اون بخش شاخی شکلش به لحاظ فرم و به لحاظ جنس و به لحاظ کشسانی و به لحاظ ضخامت به ناخون نزدیک باشه. ولی اینکه آدم بخواد بره یه دونه از این شاخهایی که تو بازار هست و اینو بره بخره استفاده بکنه، معمولا اینا نتیجه خوبی نمیده، چون به لحاظ شکل و ضخامت و اینا استاندارد نیست. در این شرایط ما معمولا میایم از انگشتانی استفاده میکنیم که برای بخشمون ناخون یا مزراب یک در واقع منحنی و یک سطحی درست کرده با یک مفتول فلزی. در مورد این مفتول باید گفت که این مفتول باید نه خیلی سفت باشه و نه خیلی نرم باشه. اگر بخوام خیلی ساده و کلی بگم، باید به شکلی باشه که وقتی باش نوازندگی میکنیم نه اونقدر سفت باشه که فلزیت صدای مضراب زیاد باشه و نه اونقدر شل باشه که در واقع توی زدن مضراب های قدرتمند و دینامیک بالا خم بشه یا تغییر شکل پیدا بکنه، دفرقه بشه. بنابراین باید از یک جنسی باشه با یک کشسانی یا الاستیسیته متناسب برای نوازندگی ساز ستار. اینو حالا به صورت تجربه حضوری خود آدم میتونه پیدا بره. این جنس مثلا جنس مناسبی، حالا من دقیقا نمیدونم ترکیباتش چیه، این جنس مناسبی. حالا خود آدم وقتی مزرعه دست بگیره و یه خورده باش بازی بکنه و نوازندگی بکنه متوجه میشه. اما نکته خیلی مهم، برسیم به اینکه شکل مزرعه ستار، حالا اگر ناخونه یا اگر مفعول اسمی نیست چجوری باید باشه. ببین اگر ناخونه، باید بذاریم این ناخون رشد بکنه به شکلی که کاملا مستطیل شکل باشه. یعنی ما با ناخونی که به شکل دایره‌ای یا بیزی نوکدار شده نوازندگی نمی‌کنیم. با ناخونی نوازندگی می‌کنیم که دو تا گوشه داره، نه یک گوشه. یعنی به شکل یک مستطیله. در مورد سیم هم همینه. ما سیم رو هم اینجوری شکل میدیم. حالا با یک تفاوت، و اون این که از دو طرف، از قسمت بالا یه خورده بیایم به سمت پایین، از دو طرف یک مقدار این سیم رو به سمت داخل میبریم برای اینکه خوب زیر ناخون قرار بگیره و چفت بشه و خیلی حرکت نکنه. باز عملا اون بخش بیرون آمده سیم که باش نوازندگی میکنیم یک مستطیله، یعنی دو تا گوشه داره. بنابراین ما با اینجا نوازندگی نمیکنیم، طبیعتاً با گوشه، حالا اگر دستمون رو اینجوری رو به خودمون بگیریم، با گوشه سمت چپ این سیم یا ناخون نوازندگی میکنیم. حالا من یه مقدار ناخونم دارم مشخصه، اما با اینجا در واقع نوازندگی میکنیم. این هم میشه بهترین نقطه ناخون یا سیم که ما در واقع انگشت سبابه از اونجا سیم رو مرتعش بکنه، سیم ساز رو مرتعش بکنه، این نقطه. یعنی اگر دست رو به این شکل رو به خودمون بگیریم، گوشه سمت چپ بالا، که حتی یک مقدار میتونه به این ور متمایل هم بشه، و طول این سیم یا طول ناخون نباید اونقدر زیاد باشه که ما موقع نوازندگی سیم ساز به گوشت نوک انگشت سبابمون برخورد نکنه. این حداقل در قدما بوده، یعنی طول ناخون رو نه چندان زیاد میگرفتن و نه چندان کم، به حدی میگرفتن که علاوه بر ناخون، حالا اون گوشه ناخون، بخشی از گوشت و پوست همون نوک بالا قسمت سمت چپ انگشت سبابه هم با سیم درگیر بشه. و این باعث میشه که یک لطف خاصی و یک نرمش خاصی در صدای ستار به وجود بیاد. شکل و جنس مضراب ستار.
در مورد جهتی که انگشت سفت رو به سیم ضربه می‌زنه صحبت بکنیم. موقعی که دست روی صفحه قرار گرفت اون شکلی که گفتیم، طبیعتاً دست یک مقدار به این شکل میچرخه موقعی که روی صفحه میشینه. بنابراین جهتی که ما به سیم ضربه می‌زنیم اینه. یعنی ما اینجوری مستقیم نمیذاریم و به سیم ضربه بزنیم، یه خود به این ور متمایل میکنیم. خب انواع مضراب های ستار رو بگیم. مضراب های ستار اصلی ترین و مهمترین و مبناش مضراب راسته. بیرون به سمت داخل دست و از پایین به بالاست، یعنی اینه مضراب راست که در واقع تکه، مضراب تکه و مهمترین مضراب است. مضراب تک دیگه ما که از مخالفت جهت مضراب راست پدید میاد مضراب چپ، از قسمت داخل دست به سمت بیرون از بالا به پایین این میشه مضراب چپ که مخالف مضراب راست. مضراب راست مضراب اصلی ماست، از مخالفتش مضراب چپ به وجود میاد که اینم جز مضراب های تک ماست، یعنی تک مضراب. حالا از ترکیب مضراب های راست و چپ انواع اقسام مضراب هایی که ما این نوازندگی استفاده میکنیم و ابزار نوازندگی ماست به وجود میاد. اینجا باید از مضراب ریز و انواع مضراب ریز یاد بکنیم. مضراب ریز به شکل کلاسیک و معمولش توالی منظم راست و چپ هاست، یعنی راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ الاخر. در همه سازهای دیگه همون هم میگه، در ستار هم همین توالی منظم و یک دست و صاف راست و چپ ها میشه ریز ساده، ریز معمولی و ریز پایه و بیسیکی که در مضراب های کلاسیک ما وجود داره. این راست و چپ هم باید متساوی الفاصله باشن به لحاظ زمانی، هم به لحاظ دینامیک تقریباً در این حد و حدود مشخصی سیر بکنن، این حدوداً صاف باشن. البته عملاً در اجرا ریز و ریزهای قدمایی و کلاسیک و اصیل ما یه حالت دورخیز مانند دارن، این از موقعی که شروع میشه تا اینکه رو دور بیفته و اجرا بشه یه مقدار سرعت و دینامیکش بالا میره. که تو دورش قرار گرفت حدوداً یک سیر ثابتی داره، این ریز ساده است. البته ریزهای موجدار هم داریم، یعنی ریزهایی که به لحاظ تغییرات شدتی صدا یا دینامیک متغیرن، ریزهایی که مثلا دینامیکشون بالا میره، ریزهایی که دینامیکشون پایین میاد، ریزهایی که دینامیکشون بالا میره و پایین میاد، ریزهایی که دینامیکشون پایین میاد و بالا میره، ریزی که دینامیکش بالا میره، ریزی که دینامیکش پایین میاد، ریزی که دینامیک بالا رونده و بعد پایین رونده داره. ریزی که دینامیک پایین رونده و بعد بالا رونده داره. به اینها میگیم ریزهای موجدار. باز حدوداً یک نظم و ثباتی در راست و چپ ها هست، منتها به لحاظ دینامیکی ریز یک سیر خطی نداره، یک سیر موجدار داره، بالا پایین میره، که این به اقتضای جملات و بیانی که ما از جملات انتظار داریم تعریف میشه و استفاده میشه. به این ریزهای موجی یا ریزهای موجدار، در واقع ریزها نوانس یا تغییرات دینامیکی دارن و حالتمند هستن. حالا ریزهای مثلا بیشتر در تار استفاده داره، در ستار هم داریم، ریز سفت یا میخی مثلا میگن، که یک مقدار حالت فشار و کوبندگی داره. در ستار کمتر استفاده داره، بیشتر مال تاره. اون تو خوب میشه این همون باگرد و نوریز و نوریز. و یک نوریز دیگه که بسیار مهمه و بسیار مشکل اجراش و معمولا در سیر آموزش در انتها گفته میشه، اون ریز سینه مال یا ریز سینه خیز هست.
ریزی است که در واقع چطوری میشه گفت، ریزی است که در واقع در خلال اجراش انگشتان دست چپ سینه خیز یا سینه مال روی پرده ها عقب میرن یا جلو میرن. مثلا یک نوع سادهش یک ریز معمولی روی نوت روی پرده. حالا ما این اگه بین پرده های مختلف جا به جا بکنیم، مضراب ریز رو ثابت میگه. جای انگشتا رو عوض بکنیم، بین یه ریز سینمال که انواع و اقسامی داره، اجراش مشکله و نیاز به توضیح داره، منتها اینجا فقط صرفا معرفیش کردیم. جزء ریزهای خیلی مهمه در اجرای خیلی از قطعات قدیمی، خصوصا تصانیف قدیمی. اگر ریز سینمال رو ما بلد نباشیم و اجرا نکنیم، عملا نمیتونیم خیلی از تصانیف قدیمی رو با ساز پیاده بکنیم. این هم از ریز سینمال یا سینخیز. ریزیست که در عین حفظ اون جریان مضراب ریز، انگشتان دست چپ روی ساز سینمال یا سینخیز حرکت مزراب های دیگه ای که داریم که خیلی مهمه تو ستار علاوه بر تک و ریز، مزراب دراب چپ یا ریز ناقصه. خب ما قبلش دراب راست یا دراب معمول رو میگیم و بعد دراب چپ رو میگیم. البته به این نکته توجه داریم که دراب راست یا دراب معمولی بیشتر مزراب تاریه تا ستاری، در ستار خیلی کم کار بوده، و به عکس مزراب دراب چپ یا ریز ناقص در ستار بسیار پرکار بود. در تار در شیوه نوازندگی خیلی از اساتید قدیم اصلا یکی از اصول و پایه های مضراب ستار. خب مضراب دراب چیه؟ دراب چپ چیه؟ و ریز ناقص دقیقا یعنی چی؟ مضراب دراب یعنی مضراب راست چپ، راستی که اولا راست آخر آکسان داره. لغت آکسان که میگیم، وقتی میگیم یک مضراب آکسان داره یا آکسان روی مضراب یا روی نوتی هست، یعنی اون نوت یا مضراب شدیدتر محکمتر ادا میشه، با قوت بیشتر اجرا میشه، این مؤکد اون مضراب، مؤکد اون نوت. راست چپ، راستی که راست آخر آکسان داره. البته این راست چپ راست به لحاظ سرعت قرارگیری و چینش این راست و چپ و راست در همون سرعتی میاد که ما ریز رو میزنیم. مثلا اگر ریز ما اینه، راست چپ راست ما اینه، راست چپ راست، راست چپ راست، دراب دراب. صداش هم موقعی که سریع ادا میشه حالا دراب میشه، دراب در این خاطر بسمید دراب. این مضراب دراب، مضراب دراب دراب چیه؟ مضراب دراب در واقع راست چپ راست سریع است که راست آخرش آکسان داره، بنابراین عملا صدای یک راست رو میده و حدوداً در زمان یک راست که همون راست مؤکد یا آکسان داره آخرش هست اجرا میشه. اون راست چپ اولش سری میاد و آروم میره رو راست چپ راست، راست چپ راست. بنابراین اون دراب، همون دراب راست بدل راسته، مضرابی است که جای مضراب راست میاد. اما چه راستی؟ راستی که ما قراره بهش حالت حمله بدیم. مضراب راستی که قراره به صورت حمله ای اجرا بشه به جاش دراب میاد، یعنی این بدل حمله ایش میشه که دراب راست. این در ستار کم کاربرد استفاده میشه، اما کمتر، بیشتر مضرابی است که در تار استفاده میشه، در تار بسیار. حالا مضراب دراب چپ، این دراب راست بود، دراب چپ یا دراب از چپ، حالا دراب چپ میگیم بیشتر. دراب چپ، چپ راست، چپ راست است که توجه کنیم چهار تا مضراب چپ راست چپ راستی که باز هم مضراب آخر، یعنی مضراب راست آخرش اکسنت یا آکسان داره. حالا رو هم روی سیم دو زدم و هم روی سیم سل زدم. این هم باز در سرعت و در متر ریز تعریف میشه. مثلا اگر باز ریز ما اینه،
این میشه. این هم باز عملا صدای یک راست میده، همون حالت دو راب رو داره، یعنی چپ راست، چپ اولش سریع و با شدت کم شنیده میشه، اون راست آخرش قوی میزنه بیرون، بولد میشه چون آکسان داره. دو راب چپ تقسیم، دو راب چپ اگر بین چند نوت اجرا بشه بهش میگیم دو راب چپ تقسیم. یعنی چی بین چند نوت اجرا بشه؟ بس میگونیم نوت ره پرده ره من دو راب چپ بزنم، کندش آرومش اینه، اون دو راب چپ روی ره برم بزنم. حالا فرض کنید بین ره و می، روی ره و می این دو راب چپ رو تقسیم بکنم، یعنی این چهار تا اجراب چپ راست و چپ و راستش رو بیام بعضیش رو ره میزنم بعضیش رو می، که حالا مثلا یکی از شکل های معمولش اینه که میزنم، یعنی میزنم چپ راست چپ راست ره 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 می، به این میگیم دو راب چپ تقسیم. دو راب چپ تقسیم معمولا سنت نوازندگی ستار در قدیم جوری بوده که خیلی وقتا این دو راب چپ تقسیم چپ اولش به بم میخورده، یعنی چپ رو به بم میزدن بم دست باز سیم آزاد و بعد راست چپ راست آخرش رو این ستار رو روی یک یا دو یا سه نوت میزدن. مثلا اگر روی یک نوت میزدن میزدن روی نوت ره، اگر روی دو نوت میزدن ببینید حالت اول بم ری 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 بم ری ری ری، اگر تقسیم میشده بم ری چپ تقسیم. حالا به دو راب چپ تقسیم ریز ناقص هم میگیم، یعنی ریزی که به شکل ناقص نه به شکل کامل و ممتد، به شکل محدود هست و اجرا میشه. بنابراین به دو راب چپ تقسیم ریز ناقص هم میگیم، در مقابل و در یا در کنار ریز معمولی که به صورت کامل و ممتد حالا در اون بازه زمانی که ما بخوایم اجرا میشه. مزراب همون دیگری که هست مزراب شلاله که باز بیشتر در تار استفاده میشه، اما در ستار هم کار برد دار. مزراب شلال باز ترکیب چهار تا مزرابه، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپی، که اینجا باز مزراب آخر یعنی چپ آخر اکسنت یا آکسان داره. تا باز به لازم متر توی متر و سرعت ریز میاد. در تار بیشتر و اندکی در ستار یکی از پاهاهای مهمش اینه که راست چپ راست اول روی یک نوت میاد، اون چپ آکساندار آخر روی نوت بعدی، مثلا بین سول و لا که در سرعت معمولش حالا اگر ریز ما مثلا این باشه میشه چپ میشه مزراب شلال. مزراب های رو گفتیم، تکا رو گفتیم، راست و چپ ریز و انواعش رو گفتیم، دوراب راست دوراب چپ یا ریز ناقص رو گفتیم، شلال رو گفتیم. این مقدار در اون سونوریته در ساز به صورت کلی بدم، حالا ستار به صورت خاص رو بدم. این سونوریته در مورد یک ساز یا در مورد یک گروهی از سازها، یعنی وضعیت و کیفیت صدا دهندگی اون ساز یا اون گروه ساز.
سونوریته مطلوب یا جذاب یا مناسب به صورت کلی اگر بخوایم تعریف کنیم، سونوریته یا صدایی است از یک ساز یا در یک ساز که اون صدا، مثلا صدای یک نوت خاص، یک نوت دو، سه تا ویژگی رو داشته باشه. اگه این سه تا ویژگی بود میگیم اون سونوریته مطلوبه، جذاب و استاندارد. یک، قدرت. دو، لطافت. سه، شفافیت. صدا باید قدرت داشته باشه، یعنی قوی باشه، یعنی سوس نباشه، یعنی میانتوهی نباشه، پر باشه. حالا به زبان ساده تر مثلا اساتید و نوازندگان میگن مغزدار باشه، یعنی صدا قدرت نباشه. دو، لطافت. صدا باید لطیف باشه، یعنی نرم باشه، دارای لطافت باشه، خشک و سفت و خشن و دارای تسلب و حالت خشونت درش نباشه، اینا نباشه. و سه، شفافیت، یعنی کاملا واضح باشه، هیچ گرفتگی، هیچ خللی درش نباشه، به وضوح کامل شنیده بشه. پس باید صدایی که ایجاد میکنیم یا مضرابی که میزنیم قوی، لطیف و شفاف باشه. کلیاتی در مورد مضراب و صدایی که از ساز باید بگیریم. در مورد تکسیم و واخون صحبت بکنیم. خب وقتی روی یک سیم به تنهایی مضراب میزنیم، به شکلی که به سیم های دیگه مضراب برخورد نکنه و فقط صدای اون یک سیم به گوش برسه، میگیم داریم تکسیم میزنیم. در شیوه های قدمایی و قدیم خب تکسیم میدونیم که اصلا وجود نداشته و مرسوم نبوده تقریبا، یعنی موقعی که به یک سیم ضربه میزدن و مضراب میزدن، صدای سیم های بالایی هم میامده. اصلا اینجوری نبوده که اینجوری بزنن، اینجوری میزدن، یعنی با واخون میزدن. واخون یا واخون یعنی چی؟ چون موقعی که روی یک سیم مضراب میزنید، خب روی اون پرده هم میگیرین دیگه، نوت های مختلف روی سیم میگیرید و صداهای مختلف تولید میکنید. اما موقعی که با حالت با واخون دارید میزنید، کماکان یک صدای ثابتی که صدای سیم بالا دست، صدای دست بالا سیم بالاست به گوش میرسه. در این حالت به این سیم بالا که صداش ثابته و همراه با این صدای متحرک یا این ملودی که شما میزنید داره میاد، میگن واخون یا واخان. یعنی این سیم صدای سیم پایین که متحرک هست رو همراهی میکنه و وا میخوانه. این میشه تحرک شما، سیم متحرک شما به لازم ملودی، و این سیم ثابت شما که در موسیقی قدیم به این سیم زمین و به این سیم آسمان میگفتن، چرا که این سیم پایینه پس زمین، این بالاست پس آسمان. این سیمیست که ملودی و تغییر حرکت درش اتفاق میفته، اما این سیمیست که صداش به صورت ثابت و بدون تغییر علت دوام میاد. این تغییر و ثبات هم علاوه بر پایین و بالا بودن، جز ویژگی های داخل در مفاهیم زمین و آسمان. فرق نمی کنه روی سیم صلح هم همینه، اگر بزنیم سیم بالاش، سیم مشتاق که واخون هم دیگه بهش میگن، بخاطر اینکه خیلی نقش واخون بودنش زیاده، بخاطر اینکه فاصله اش تا سیم صلح کمه و عملا موقعی که میزنیم به صدا در میاد، روی سیم صلح هم همینجوری میشه زد. یک نکته مهم در مورد واخون و اون که شما موقعی که روی سیم میزنید، منطقا میزان واخون بودن سیم بالایی برای اون سیم میتونه از 0 تا درصدهای بالاتر، حتی حدود بعضن استثنان 100% بشه. به این معنی که وقتی که نقش واخون بودن سیم بالایی 0 باشه، شما در واقع دارین تکسیم میزنید، یعنی خالص دارین سیم پایین میزنید.
اگر 10% باشه 20% باشه هی صدای واکوم داره زیاد میشه. بنابراین شما به عنوان یک نوازنده باید بتونید هدایت بکنید مزراب رو به شکلی که یک حالت هوشمند به صدای واکوم بدین، یعنی در واقع حالت هوشمند به مزراب خودتون بدین برای درآوردن صدای سیم واخوان، یعنی بتونید با واخوان کم بزنید با واخوان زیاد هم بزنید. این یک تکنیک که در قدیم هم بوده، یعنی درصد واخوان عین نوازندگی ثابت نبوده، کم و زیاد می‌شده. مثلا اینجا درصد واخوان کمه، اینجا زیاده. می‌رسیم به بحث پایه‌هایی که در ستار وجود داره، پایه‌های ستار، پایه‌های مزرابی ستار. از مهمترین پایه‌های مزرابی ستار پایه سبا درویش خانه، پایه معمول کلاسیک چهار مزراب‌هایی که با ستار نواخته میشه، یعنی چهار مزراب نوازی در ستار با این پایه انجام میشه. پایش چی هست؟ پایش هست راست، چپ، راست، راست، چپ، راست، راست، چپ، راست، راست، چپ، راست. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. یه در واقع شیش ضربی میشه، دور شیش ضربی میشه که میدونیم چهار مزراب‌های کلاسیک ما همه شیشتایی یا شیش ضربی میشه. اما توضیح داره این قضیه. خب میدونیم که به مزراب راست، چپ، راست میدونیم مزراب پروانه. به راست چپ راست میگیم مزراب پروانه. دو تا از این راست چپ ها یا پروانه ها کنار هم قرار بگیره، بستری در واقع مزراب و پایه چهار مزراب میشه. با این توضیح که مزراب پنجم یعنی چپ ما قبل آخر باید آکسان داشته باشه. راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ، یعنی آکسان روی مزراب پنجمه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. این پایه رو درویش خان میزده و بعد به شاگردش سبا منتقل میکنه و استاد سبا هم میزده به پایه سبا درویش خان معروفه که پایه کلاسیک چهار مزراب هایی سیما در ستا داریم. یک نکته دیگه که باید به این قضیه اضافه کرد اینه که معمولا تو این راست چپ راست راست چپ راست راست آخر رو میان دور را به راست میزنن، یعنی بدل میذارن جاش دور را میذارن جاش، یعنی راست چپ راست راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست چپ راست. حالا این پایه رو معمولا روی بم نگه میدارن پس رو راست چپ راست راست چپ به جای راست آخر دو را بزنن. چپ قبلی هم که آکسان داره میشه، این رو معمولا روی بم نگه میدارن و بعد میان توی ملودی. این پایه چهار مزراب سبا درویش خانه که گفته شده که درویش خان اینجوری آموزشش میداره. بیگی رو به بند، بیگی رو به بند، بیگی رو به بند، بیگی رو به بند، بیگی رو به بند که در واقع روی بند آکسان داره. بیگی رو به بند، بیگی رو به بند، بیگی رو به بند. چهار مزراب ماهوری که هست و معروفه از درویش خان دقیقا به همین شکله. ببخشید یادم رفت.
دانشخانه سراغ جامعور. پایه مشکلی هم از قشنگ باید تمرین بشه که آدم روش مسلط بشه. پایه های دیگه که در ستار معموله یکی از پایه های مهم میکنم استاد سبا دارم، استاد هرموزی که بعد استاد لطفی هم داشتن، پایه ایست که در واقع با دوراب چپ تقسیم اجرا میشه. با دوراب چپ تقسیم یک راست زده میشه، یک دوراب چپ تقسیم و بعدا در ادامهش همش دیگه دوراب چپ تقسیم. بعد راست چپ راست چپ راست چپ راست میاد برای ملودیش، یعنی این پایه است، ملودی اینجوری میاد. پایه روی دو نوت قرار میگیره، چپ به بند میخوره، راست به این نوت میخوره، چپ به نوت قبلش، راست به نوت بعدی دوباره، یه راست محکم. میشه یک پایه چهار مضراب یا یک پایه در واقع درست، یعنی پایه های معمول بوده که استاد سبا هم داشتن. یکی دیگه از پایه های معمول در ستار استاد لطفی هم میزنن، بازی پایه شیشتاییه، یک راست به نوت چپ راست چپ راست به بمه. راست چپ راست میاد توی ملودی و بعد بمش رو دوباره چهار تا بمو میزن. ضربی داریم، مثلا پایه های سه ضربی ما معمولا راست راست چپ هست. که میتونیم چپش رو بم بزنیم، یعنی راست راست چپ. پنجتایی ها خیلی مهمه که ما راست چپ راست راست چپ میزنیم یا برعکسش راست راست چپ راست چپ.
که اونا باز چپو به بند میخوره، یعنی هفتایی ها راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. این ترکیبش هم میتونه باز عوض بشه، یعنی میتونه بشه راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، یا بشه راست راست چپ راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ راست چپ، که در واقع بحر مستفعلونه. هشتایی که اونم باز مهمه، یا راست راست چپ راست راست چپ راست چپ، یا راست راست چپ راست چپ راست راست چپ، یا راست چپ راست راست چپ راست راست چپ بازی میکنی، ولی خب باز معمولش اینه که چپاش به بند میخوره، یعنی پایه‌های مختلفی هم داریم که از تار یا سنتور گرفتن آوردن تو ستار، خیلی ستاری نیست، یا کلن ابداع کردن. مثلا پایه‌های ابداعی در ستار پایه راست چپ ریز استاد علیزاده، راست چپ ریز درواره راست آخر جو حالفه یه آکسانی میدن، پایی راست شفیز که معروف. پایه هایی که مثلا از تار گرفتن آوردن توی ستار، مثلا راست چپ راست چپ به بند دست باز میزنیم، راست چپ راست چپ راست مثلا یه راست به بند چپ راست چپ به سیمی که ملودیه، یا مثلا چپ به بند ریز به پایین،
سینما روی فردا میتونه باشه. بازی پایی که از تار آوردن توی ستار، راست چپ، راست راست چپ، راست راست چپ، راست راست چپ، بتونه بشه میشه دستباز سول خورد، راست کف به پایین، میتونه این راست به دستباز بم بخوره.